برای تست شماره 17 باید عبارت رو بخونم چون درک مطلبه. به هم یه عبارت دو سه خطی میدن، حالا در مقاطع بالاتر ممکن 4-5 خطی عبارت باید ترجمه بشه به سرعت و متناسب با مفهومی که حاصل میشه برامون به سوالهای بعد بایستی پاسخ بدیم. طبیعتاً ترجمه کردن عبارت برامون اهمیت ویژه‌ای داره. این کار رو با همدیگه انجام بدیم. در هفته گذشته آمد دانش آموز جدیدی با نام علی به کلاس ما و من به مدت دو هفته تنها، وحیداً تنها. در هفته سوم در روز چهارشنبه آمد به سوی او یکی از همکلاسیانش با نام حسین. پس تا الان متوجه شدیم که علی دانش آموز جدیدی بوده که به کلاس هفته گذشته اومده، دو هفته تنها بوده و در هفته سوم که در روز چهارشنبه یکی از دانش آموزه با نام حسین به سمتش رفته و شروع کرد به گفتگو با او در حیات مدرسه. پدر علی هم دانش آموزه که اضافه شده به این کلاس، وارد این کلاس شده، کارمند موفقی است و خانواده‌اش اهل شهر اهوازند. آنها آمدن به تهران برای معالجه مادر بزرگشان به مدت یک سال. خیلی خب، حالا که ترجمه رو برای خودمون انجام دادیم و توی ذهنمون چند ثانیه به خودمون فرصت دادیم که دقیق متوجه بشیم هر عبارت رو، این بخش آخری که الان توضیح دادم خیلی اهمیت داره. وقتی درک مطلب رو تو میخونی و ترجمه میکنی، چون عبارتهاش زیاد هستش و بار اول هستش که مواجه میشی با اون داستان، هر عبارت رو که برای خودت خوندی باید چند ثانیه توی ذهنت مرور بکنی و داستان رو از بخش قبلی ادامه بدی تا توی ذهنت بمونه، وگرنه کل عبارت رو مثلا 4-5 خط رو ترجمه کردی و در پایان وقتی که مثلا بند آخر رو ترجمه میکنی اصلا داستان توی ذهنت باقی نمونده. پس انجام یک 3-4 ثانیه‌ای که به خودت فرصت میدی تا داستان رو توی ذهنت مرور بکنی و دنبال بکنی، در انتهای داستان به تو کمک میکنه که کل داستان تو ذهنت باقی مونده باشه. حالا بریم سراغ سوال 17. گفته گزینه مناسب برای جای خالی کدومه؟ در روز چندم از هفته سوم حسین به سمت علی رفته؟ رفته به سوی علی. خب ما اینجا این قسمت رو داریم. در روز چهارشنبه از هفته سوم، هفته سومش خودش گفته، اینجا الان به ما عدد داده، روز چهارم، پنجم، ششم، هفتم. خب چهارشنبه میشه روز چندم هفته؟ روز پنجم هفته از چهارشنبه. شنبه، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه، روز پنجم میشه. پس باید ما بگیم فی یوم الخامس، یعنی پنجم. هر چهار تا عددی که به من داده عدد ترتیبیه. عدد ترتیبی تفاوتش با عدد اصلی چی بود؟ باریکلا در ترجمهش آخرش ام یا امین داره. چهار روم، چهار رومین، پنجم، پنجمین و تا آخر. از کجا میتونم تشخیص بدم به این سرعت که با یه نگاه کردن سریع متوجه بشم که این عدد ترتیبیه یا اصلی؟ حرف دوم اعداد ترتیبی الف، نگاه کن. پس اعدادی که داریم اعداد ترتیبی هستن همشون و با توجه به متن تونستیم پاسخ برسیم.